بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانم در رشته‌های علوم انسانی. بچه ها، ما در جلسه قبل مقایسه کردیم دو تا سبک خراسانی رو با سبک عراقی، ویژگی‌های زبانی، ویژگی‌های ادبی، ویژگی‌های فکری رو. یه جدولی هست گفته مقایسه ویژگی‌های فکری، مقایسه ویژگی‌های فکری سبک خراسانی و عراقی، که گفته در سبک خراسانی شاعران بیشتر خرد رو ستایش می‌کنن، برعکس شاعران در سبک عراقی عشق رو ستایش می‌کنن. حالا عشق زمینی هست یا آسمانی هست، یا زمینی است یا آسمانی. اگه زمینی هست مثل غزل‌های عاشقانه سعدی، عارفانه هست مثل غزل‌های سنایی، عطار، حافظ، خواجوی کرمانی، اینها، این ستایش عشق به دو قسمت تقسیم میشه در سبک عراقی. در سبک خراسانی فضای شعر، حال و احوال شعر یک فضای شادیگراست، به خاطر اینکه در سبک خراسانی جامعه های اون قرون ما شاد بودن، قبل از حمله مغول بوده، یعنی هیچ اتفاقی فعلا، نه اینکه در داخل ایران یک سری مسائل نبوده، وجود داشته ولی شدتش به اندازه حمله مغول نبوده. مردم در رفاه و شادی به سر می بردن و شعر و ادبیات هم همیشه پا به پای اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیش میره. هر چقدر اوضاع اجتماعی در تمامی فاکتورها خوب باشه، ادبیات، شعر و نثر خب طبیعتاً تحت تأثیر فضا قرار میگیره. ولی اگر برعکس باشه، خب نویسندگان و شاعران هم خب جزء ملت هستن دیگه، اونا هم در آثار خودشون این وضع رو نشون میدن و برای نسل‌های بعدی به یادگار میگذارن و اینو فریادی هستن که این فریادشون رو در شعر حاکم میکنن. ببینید، شادیگرایی در سبک خراسانی ولی غمگرایی در سبک عراقی بوده. خب معلومه دیگه، کشوری که مورد تهاجم قرار میگیره و غارت و کشت و کشتارهای وحشیانه صورت میگیره، خب ادبیات، شعر و نثر تحت تأثیر این فاجعه های انسانی قرار میگیره که غمگرایی جز خصیص های سبکیه، در واقع قلمرو فکری عراقی هست. در سبک خراسانی عاشق و معشوق به وصال امیدوار هستند یا اصلا در کنار هم هستند و به آمال و آرزوهای خودشون به راحتی میرسن، ولی در سبک عراقی این عاشق و معشوق چه زمینی باشد و چه آسمانی باشد، در حسرتن و حتی فراق رو دوست دارن. یعنی در آثار سبک عراقی شاعرانی هستن که از این فراق میگن، این فراق دردی است که دوای درد منه، متوجه هستید؟ و این فاصله و هجران و وصال ناممکن و غیر حتمی عاشق و معشوق، غزلیات سوزناکی رو در سبک عراقی توسط شاعران این دوره به ثبت رسیده. خیلی توجهتون بیشتر باشه بچه ها، در سبک خراسانی واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون بیشتر. خب عرض کردم دیگه، اگر شما به مسئله اینجوری بیارم بهتره، اگر خرد و شادی و وصال هست، دقت بفرمایید، اگر ستایش خرد
شادی گرایی و وصال وجود داره، خب واقع گرایی هم پشت سرش هست دیگه. توجه میفهمی؟ یعنی وقتی که شاعران سبک خراسانی همه واقعیت های زندگی براشون قابل وصول هست، خب طبیعتاً واقع گرایی حرف اول رو میزنه دیگه. هر چی میدیدن، هر چی احساس میکردن و هر اتفاقی که میافتاد عیناً در شعر و نثر این دوره ثبت و ضبط میشد. پس نتیجه میگیریم که فضای شعر و نثر سبک خراسانی فضایی واقع گرایانه است، طبیعت گراست، مستنده. خب اینجا دقت بفرمایید، اینجا گفته که ذهنگرایی و توجه به دنیای درون. خب من برمیگردم به خب زمانی که غمگرایی باشه، خب عشق هم که یک مسئله درونی هست مخصوصا که آسمانی باشد، و فراق دوری هجران از معشوق، خب طبیعتا ذهنگرایی و توجه به دنیای درون رو پرورش میده در وجود شاعر یا نویسنده. یعنی مثل حلقه های زنجیری هستن که به هم وصل هستن این موارد ها. این اگر ما شعری میدیم که در حوزه سبک عراقی هست، وقتی به دانش آموز میگیم که تحلیل خودتون رو درباره قلمرو فکری این شعر بیان بکنید، همین اینا رو باید بنویسید و مستندات خودتون رو ارائه بکنید. خب رواج روحیه پهلوانی و حماسی در سبک خراسانی که واقع گرایی هست و مستند هست، یکی از فاکتورهای مهم این دوره پهلوان پروری و حماسه سرایی است، مثل شاهنامه فردوسی، گرشاسبنامه اسدی طوسی. توجه می فرمایید؟ یعنی روحیه ملی گرایی، روحیه شجاعت و دلیری و جنگاوری و پهلوانی در این دوره خیلی زیاد هست که آثار ارزشمندی هم داره. ولی ببینید رواج روحیه پهلوانی چاشو میده در سبک عراقی به چی؟ روحیه عرفانی و اخلاق. وقتی که بچه ها انسان به دنیای درونش توجه کرد و به سمت ذهن‌گرایی رفت، خب به دنبال خودش روحیه عرفانی و اخلاقی خواهد اومد و آثاری که در این دوره ما شاهد هستیم از شاعران ما و نویسندگان ما، این روحیه عرفانی و اخلاقی رواج به برعکسه. ببینه اینا همشون برعکسن، اینایی که اینجا اتفاق افتاده برعکسش در حوزه ادب عراقی اتفاق افتاده. باور به اختیار و اراده. هنرمندان سبک خراسانی چون واقع بین هستن در فاکتورهای قبلی، خب کسی که واقع بین هست، خب باور به اختیار و اراده. ببینید اختیار و اراده خودش، تصمیم گیری با خودشه، اراده کار با خودشه و هر عملی و سخنی که از طرف ساطع میشه اختیار دست خودشه. ولی برعکس 180 درجه چرخش میگه باور به قضا و قدر. یعنی این فجایعی که در سبک عراقی بر اثر حمله های مغول اتفاق میفته و ادامه دار میشه تا تیموریان و اینا، ببینید چقدر ذهن انسان های اون دوره رو از اختیار و اراده به سمت قضا و قدر میکشونه. و خیلی تغییر عجیبیه. همون مطلبی که من گفتم، زمینی بودن معشوق در سبک خراسانی، آسمانی بودن معشوق در سبک عراقی. همون مطلبی که من گفتم ستایش عشق بود، همین مطلب.
خب وقتی که زمینی عشق معشوق زمینی هست، خب شاعر و نویسنده واقع بینه، اختیار و اراده نوشتهاش دست خودشه. ولی که وقتی که ذهن ذهنگرایی شد، توجه به عالم درون شد و روحیه عرفانی به وجود اومد و پشت سر قضا و قدر اعتقاد به قضا و قدر شد، خب معشوق آسمانی میشه. منظور از آسمانی بودن معشوق اینه که شاعر سبک عراقی مثل حافظ، مولانا، عطار، سنایی و سایرین معشوق اینها خداست، این توکل به خداست و توجه از معشوق آسمانی میطلبن. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. درسته که این مطلع این غزل از سعدی است، ولی نگاه سعدی هم تا حدود یک نگاه عارفانه است. درسته که ما سعدی رو و غزلهاش رو در ردیف غزلیات عاشقانه قرار میدیم، عشق زمینی قرار میدیم، ولی از چارچوب اکثر غزلهای سعدی پیداست که ایشون هم در واقع قطره ای از شراب عارفانه رو چشیده و قدم هایی رو در عالم عرفان برداشته. خب در واقع آسمانی بودن معشوق در اکثر غزلیات سبک عراقی مشهود هست و اگر مثال آزمونی ما مثالی باشه که در سبک عراقی سروده شده است، حواستون باشه که نسبت به آسمانی بودن معشوق و زمینی بودن معشوق احتیاط کامل رو انجام بدید. باستاب اندک علوم در شعر، جالبه در دوره خراسانی توجه به علوم در شعر ها به بچه در شعر، مثلا ما اینجا ابن سینا ها رو داریم، حالا در شعر میگه کم بوده و باستا بیشتر علوم در شعر که در دوره سبک عراقی توجه به علوم و نکته های علمی بیشتر از دوره در واقع خراسانی است. میرسیم به نثر. من نثر رو میخونم. ویژگی های نثر این دور در سه قلمرو عبارتند از زبان. نثر فنی کم کم در قرن هفتم ضعیف میشود و در قرن هشتم با سیطره تیموریان بر ایران از میان میرود. به نثر فنی کم کم در قرن هفتم ضعیف میشود، یعنی شروع بچه ها سبک خراسانی چه عراقی از همون در واقع اوایل قرن هفتم دیگه داره رسما شروع میشه و در قرن هشتم که اوج این قرن هست با سیطره تیموریان بر ایران از میان میرود. تا آنجا که نثر ساده در اکثر کتاب‌های این دوره جای نثر فنی را میگیرد. به خاطر اینکه بچه‌ها حاکمان تیموری تأکید داشتن به هنرمندان آن دوره که اگر مطلبی می نویسن ساده بنویسن که در خور فهم همه باشه، اینا دوست داشتن که کتاب هایی که به نثر نوشته میشه ساده باشه که مردم اگر دسترسی پیدا بکنن به این کتاب ها راحت بفهم. خب در قرن ششم چون این مرسوم بود، ببین یه قرن رفته قبل، که برخی نویسندگان آثار موجود را که به نثر ساده بود به نثر فنی باز نمی‌شد، یعنی آثار موجوده که به نثر ساده در قرن ششم بوده در قرن چی هفتم چی می‌شده؟ به نثر فنی بازنویسی می‌شده. پس یه قرن شش داریم، یه قرن هفتم داریم بچه‌ها، یه قرن هشتم. بچه‌ها در قرن ششم دقت می‌فرمایید آثاری بودن که نثرشون به شیوه ساده بوده. خب وقتی که آثار قرن ششم به دست
هنرمندان قرن هفتم میفته، اینا میان این آثار قرن ششم رو که به نسل ساده بوده به نسل فنی بازنویسی میکنن، یه چیزا هم بهشون اضافه میکنن. ولی همین اتفاق در قرن هشتم یه جور دیگه ای رقم میخوره که چیکار میشه؟ در قرن هشتم با سیطره تیموریان کلن از بین میره نسل فنی. توجه میفرمی؟ نسل فنی در قرن هشتم به طور کلی از میان میره. حالا بچه ها این آثار موجود را که به نسل ساده بود به نسل فنی باز می نوشتن در این دور، یعنی قرن هفتم و هشتم، برخی نویسندگان کتاب های مشکل را به زبان ساده بازنویسی می کردن. خب یعنی این کتاب هایی که در قرن چی؟ هفتم به نسل فنی برگردانده شده بوده، برخی نویسندگان این آثار فنی رو دوباره چی؟ به صورت ساده در می آوردن. تکرار میکنم، پس کتاب هایی که در قرن ششم به شکل ساده نوشته شده بوده، هنرمندان قرن هفتم تصمیم میگیرن این کتاب هایی که ساده نوشته شده بود رو به نسل فنی برگردونن. این یک. حالا در قرن هشتم با توجه به تأکید حاکمان تیموری که باید کتاب ساده نوشته بشه، کتاب هایی که به صورت فنی از قرن ششم در قرن هفتم خب نوشته شده بودن، دوباره در قرن هشتم به دستور حاکمان تیموری نسلشون ساده میشه و به طور کلی نسل فنی از میان میره. این هست. آقای ملا حسین واعظ کاشفی که کلیله و دمنه را به انشای دوره خود با بچه ها، کلیله و دمنه یک کتابیست که در قرن در واقع هفتم به فنی نوشته شده بوده. البته یک پروسه داره این کتاب کلیله و دمنه که از کجا آورده شده، توسط کی ترجمه شده، ولی ما مختصر میگیم که در قرن هشتم کلیله و دمنه در واقع ترجمه کلیله و دمنه نصرالله منشی که یک نسل فنی و سخت داره به زبان ساده بازگردان نمیشه توسط ملا حسین واعظ کاشفی و آن را انوار سهیلی مینامد. این اکثرا مطمع نظر سوال دهنده هم هست که بتونیم سو. پس انوار سهیلی کتابی است از ملا حسین واعظ کاشفی که این کتاب رو در واقع توسط کلیله و دمنه نصرالله منشی برمیگردونه به اون نسل ساده دوره خودش و یه چیزایی هم بهش اضافه میکنه و اسمش رو انوار سهیلی نامیده میشه. فقط به عنوان تکلیف و کنفرانس دانش آموزانی که تو کلاس من تشریف دارن، اگه بتونن درباره این سهیلی نامیدن این کتاب که آقای کاشفی نام کتاب رو سهیلی نامیده چی هست، خب علت این که این کتاب به این نام نامیده شده است علتش رو برام پیدا بکنن، به عنوان کنفرانس برای ما بفرستن، ما هم در جلسات بعدی اسمش رو توی اینجا معرفی میکنیم و مطالبی که برای شما و ما هم فرستاده رو اینجا بیان میکنیم. بچه این از این که توضیح داده. بچه یکی از شیوه های نویسندگی که در حمله مغول ها در قرن هفتم و هشتم و نهم در ایران شکل گرفت تاریخ نویسیه. شاید تو توضیحات قبلی هم گفتیم
مغول ها بچه عادت داشتن و علاقه داشتن که تاریخ پدر بزرگ هاشون پدرانشون ثبت بشه، علاقه داشتن و خیلی کتاب ها در دوره های اینها ثبت و ضبط شد، توسط نویسندگان نوشته شد و به شیوه ساده به دست ما رسیده بعضیشون، ولی بعضیشون خیلی سخت نوشته شده، مخصوصا تاریخ جهانگشای جوینی که جز نسخه‌های مصنوع هست. نوشته که تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب اسلوب شیوه روش سبک، هرچند نمونه های با نسل پیچیده نیز در میان تاریخ های این دوره یافت می شود. در مقدمه کتاب ظفرنامه شامی بچه میگه مقدمه کتاب، نگفته که کتاب ظفرنامه شامی، گفته مقدمه کتاب ظفرنامه شامی، مقدمه یعنی کل کتاب نه، شروع کتاب، که قدیمی ترین تاریخ نوشته شده درباره تیمور است. این خودش سواله، قدیمی ترین کتاب تاریخی که درباره مغول، درباره تیمور فقط، درباره چنگیزینا نه، فقط درباره تیمور نوشته شده، کتاب ظفرنامه شامی است که مقدمه کتاب، ببینید مقدمه کتاب یک کمی در واقع فنی و مصنوعه، ولی کل کتاب ساده است. گفته که امیر تیمور به من، یعنی این ظفرنامه شامی مال شخصی به نام بدلیسیه، ظفرنامه شامی مال در واقع شخصی است به نام بدلیسی، من یعنی دستور داد که ساده بنویسن، یعنی اگه میخوام تاریخ تیموری ها رو که الان اینجا تذکر داده شد، تیمور دستور بود داده بوده که بنویسه، گفته بوده ساده بنویسه به طوری که عامه مردم بفهمن. توجه فرمودید؟ تاریخ نویسی از اوائل دوره مغول، یعنی با شروع دوره چنگیزی، به سبب علاقه شدید آنان به ثبت وقایع مربوط به پدران و اجدادشان شروع شد. دیدی بچه ها که اصلا اینا علاقه داشتن که تاریخ پدرانشون و اجداد چه خوب چه بد ثبت بشه، و در دوره تیموری هم ادامه یافت. پس چرا مغول ها، چرا اصلا تاریخ نویسی در دوره مغولی و تیموری رواج پیدا کرد؟ به خاطر اینکه مغول ها دوست داشتن که تاریخ اجدادشون و پدرانشون ثبت و ضبط بشه و به یادگار بمونه. حاشیه نویسی های متعدد نیز به نسل ساده بر تاریخ های قدیم انجام گرفت. البته باید توجه داشت که این سادگی نسل همه جا یکسان نیست و نسل ساده این دوره را نمیتوان فصیح و بلیغ نامید. خب طبیعتا فصیح و بلیغ بودن بچه ها نسل به سواد نویسنده برمیگرده و در این دوره چون ما استادان زیادی رو در حوزه نثر نویسی و هم شعر از دست دادیم، کتابخونه های ما غارت شدن، چپاول شدن، از بین رفتن، آتش گرفتن، از میان رفتن و حوزه های تحصیل و تدریس کم شد یا اصلا به طور کلی نابود شد، اینا علت و یا اون کسانی که تو این حوزه ها فعال بودن کشته شدن، اینا باعث شد که در دوره مغولی و تیموری کتاب هایی که موضوع تاریخی داشتن اون ارزش و اعتبار چندانی رو که باید داشته باشن نداشتن و این کتاب ها خالی از فصاحت و بلاغت ادبی است. بچه کتاب نوشته که از دیگر ویژگی های نسل این دوره، پس ویژگی های نسل این دوره چی شد؟ اولین بود که کتاب هایی که در قرن ششم به صورت ساده نوشته شده بوده توسط هنرمندان قرن هفتم به چی؟
احسن فنی نوشته میشه، بعد در قرن هشتم با تذکر و در واقع توصیه حاکمان تیموری کتابا از نسل فنی به ساده برگردونده میشه و به طور کلی در دوره تیموری نسل فنی از بین میره. این یه مطلب. دوم این که در دوره تیموری و مغولی تاریخ نویسی رواج پیدا میکنه، ولی رواج این تاریخ نویسی چرا بود؟ علتش علاقه شدید مغولا و تیموریا برای ثبت تاریخ زندگی و احوال اجداد و پدرانشون بوده به زبان ساده، به نسل ساده که قابل فهم همه باشه. اینم دومین ویژگی در واقع زبانی نسل در دوره یاد شده بوده. حالا میگه که از دیگر ویژگی های نسل این دوره ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی است. این خیلی مهمه که در دوره تیمور سرعت رشدان بیشتر شد، در دوره تیموری رشدش بیشتر شد، اما این جریان در زبان فارسی دیری نپایید. میگه که زیاد دوام نیاورد. پس بچه ها ویژگی بعدی نسل این نسل را، نسل این دوره، ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی بوده که در دوره تیموری سرعتان بیشتر، اما این جریان در زبان فارسی سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر نوایی، دقت بفرمایید، سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر نوایی در حوزه ادبی هرات ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق میکردن. این اگر سوال بدیم که در حوزه هرات چه کسانی چه چیزی را تشویق میکردن، آقای بایقرا و آقای نوایی ترکی گویی و ترکی نویسی را مورد تشویق قرار بودند در حوزه هرات که افغانستان امروزی است. خب کدوم کتاب ها از اون دوره به یادگار مونده؟ محاکمت اللغتین آقای در واقع فکر امیرعلی شیر نوایی باشه و امیرعلی شیر نوایی، دیدید چند کتاب از محاکمت اللغتین رو به ترکی نوشت، خیلی مهمه، و ظهیرالدین بابر، ظهیرالدین بابر بابرنامه را به ترکی. پس بچه ها در ویژگی سوم نسل دوره عراقی توجه بفرمایید، ورود لغات ترکی و مغولی در زبان فارسی در دوره تیموری شدت میگیره و کسانی مثل حسین بایقرا و امیرعلی شیر نوایی در حوزه ادبی هرات کتابهایی رو نوشتن به نام محاکمت اللغتین از امیرعلی شیر نوایی و بابرنامه اثر ظهیرالدین بابر که به زبان ترکی نوشته شده بوده. نمونه از کلمات دقیق که هنوز هم در زبان فارسی استعمال دارن عبارتن در ییلا و قشلا که هممون ازش استفاده میکنیم. ییلا یعنی سردسی، قشلا یعنی گرمسی، قشون یعنی ارتش، گورش یعنی هجوم. اینا واژه هاییست که الان هم در محاوره های ما و در آثار نوشتاری ما مورد استفاده قرار میگیره و یادگاری است که از اون دوره به ما رسیده است. بچه آخرین ویژگی نسل دوره سبک عراقی به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری. خب من الان عرض کردم، خب نویسنده‌ای که در این دوره قدم گذاشته به دنیای نویسندگی و یا شاعری، بیشتر چون حوزه نسل ملاک است، خب سستی و ضعف در ساخت دست جمهوری طبیعیه، چون اینا کلاس ندیدن، که استاد ندیدن، کتاب نخوندن بیشترشون، و اون سواد ضمنی که دارن از اون استفاده میکنن. پس این ویژگی حتما به یادتون باشه. از ویژگی های دیگر این، پس سستی و ضعف در ساخت دستوری جملات نسل در این دوره به وفور دیده میشه. علتش هم من خدمتتون گفتم.
بچه در حوزه قلمرو ادبی نوشته در اندیشه ادیبان این دوره صنعت های ادبی هم آرایه های ادبی جای تعمق و تفکر رو گرفت. چرا بچه ها؟ خب شما حساب بکنید که دیگه تفکر و تعمق همون واقع‌گرایی که در قلمرو فکری ما تو جدول خوندیم جاشو داد به ذهن‌گرایی و درون‌گرایی. تکرار میکنه در سبک خراسانی که شاعران و نویسندگان به عالم واقع و طبیعت و حقیقت توجه داشتن، خب طبیعتاً دربارش تفکر میشه، تعمق میشه. ولی وقتی که جاشو میده به عالم ذهن و درون، خب طبیعیه که آرایه های ادبی مخصوصاً استعاره های سخت که اصلا قابل فهم نیست بیشتر میشه. اما چون استعدادهای بزرگی در این عرصه ندرخشیدن، یعنی اصلا استاد به اون صورت نداشتیم که دارای تعمق و تفکر، خب خاصیت اصلی این دوره بوده، در کتابهای مصنوع و متکلف یعنی اینکه این کتابها خوندنش و فهمیدنش کار هر کسی نبوده، اصلا خیلی عربی معابی توش زیاده، ترکیبایی داره که به سختی میشه معنیشو اصلا فهمید. حالا نسل فنی تا حدودی قابل فهمه، نسل فنی ها، ولی نسل مصنوع و متکلف تنهایی نمیشه از عهده این کتاب جانگوشای جوینی که نسل یا نفست المستور که اینا کتابای از این دوره هستن که هر دوتاش مال دوره مغوله که اصلا خوندنشون واقعا دهشتناک و سخته. بیشتر به ظاهر سازی و تصنع پرداختن، این رفتن به سمت آرایه های سخت ادبی. ببینید و به استعاره های دور از ذهن، خب ذهنگرایی درونگرایی دیگه توضیح دادن، و آوردن سرچه متوالی و بیرون روی آوردن. این هم از ویژگی های ادبی که ما باید دنبال در ویژگی های ادبی، اگه سوال بهتون دادیم باید شما دنبال استعاره هایی بگردید که اصلا ذهن نمیتونه اونا رو تحلیل و بررسی بکنه، و اگرم خواست بررسی کنه باید روش کار بکنه. بچه قلمرو فکری نست به علت کشتن یا که من گفتم اینو یا متوارث ساختن فضلا و نابودی کتابخانه ها از صحت و اتقان که مترادف هست مطالب کاسته شد و ضعف و انحطاط فکری در رفع. بچه این ضعف و انحطاط فکری خیلی مهمه، یعنی به جای اینکه ما درباره هستی شناسی، درباره علمهایی که اون دوره وجود داشته در قاره های دیگه، در کشورهای دیگه، در حوزه های دیگه، درباره انسان شناسی و علومی که اون موقع بوده تحقیق بشه، بررسی بشه، کتاب نوشته بشه، باز بشه، روشن بشه برای جویندگان این حوزه، به جای که ما به این سمت بریم، متاسفانه ببینید به علت این مواردهایی که گفتم ضعف و انحطاط فکری این دوره را فرا گیره. یعنی نویسندگان زورشون رو زدن تو حوزه های آرایه های ادبی، استعاره رو اینجوری بیارم، مجاز اینجوری بنویسم، کنایه ها رو اینجوری بیارم، و یه ترکیباتی از خودشون می ساختن که در از نظر جانشین سازی و همنشینی در واقع پارادیگماتیک و سینتگماتیک هست. این دوتا پارادیگماتیک یعنی جانشین سازی، سینتگماتیک یعنی همنشینی، یعنی جانشین سازی، همنشینی و مخصوصا ترکیب، کامبینیشن، ترکیب سازی، یه چیزای از خودشون بچه ها خلق کردن این نویسندگان و شاعران که در واقع زبان گویای اون دوره رو به سمتی بردن که خوانندگان و یا مخاطبان برای تحلیل اینها دچار مشکل شدن و نتونستن به اونجوری که مثلا راحت بخونن، راحت درک بکنن، چون این چیزها یا اصلا کلن از نظر فکری اصلا نابود شد دوره یاد شده. به علت نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی تحقیق و تتبع،
در بین علما و ادیبان تضعیف شد. یعنی خب طبیعیه شاگردی که استاد نبینه، تحت تعلیم قرار داده نشه و از حضور استادها فیض نبره، خب بی سواد میمونه دیگه. اینجا خیلی مهمه، مدعیان عرفان هم که به اقتضای زمانه با مغولا کنار آمده بودن، اندک اندک اصالت خود را از دست دادن و به درسی کردن عرفان و شرح اصطلاحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم، پیچیده جلوه دادن مفاهیم، میبینید؟ یعنی به جای اینکه این عالم عرفان رو یکی یکی اون گره هاش رو باز بکنن، توضیح بدن به دوستداران ادبیات و ادبیات عرفانی، پیچیده کردن کارو. حتی خودشون هم به یک سری رفتارها و اعمالی دست دادن که اصلا در شأن یک عارف حوزه عارفانه نبوده. با مغولا کرار اومدن و در نتیجه در این دوره کتاب عرفانی مهم، نه اینکه نبود، بود، ولی کتاب مهمی به نزد نوشته نشد. کسایی که دارایی های خودشون رو فروختن به مغول ها برای اینکه یک در واقع نفعی رو از این کار ببرن و نبردن، خیلی این باعث شد که وضع ادبیات عرفانی ما هم در این دوره به مشکل برخورد. بچه ها، خود ارزیابی گفته که شعر زیر را بخوانی و به پرسش ها پاسخ دارید. البته من اینو به صورت آنلاین توضیح داده بودم، بازم توضیح میدم. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام. خان سفره، خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس بازگشت، بازگرد خانه انباز. انباز نه شریک، رفیق، معشوق. اینجا حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد، تا به نجهد. یک در واقع کاربرد دستوری تاریخی داره. بی ادب لفظی ز لب بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دلستان. گفته که ویژگی های زبانی ادبیات بالا را بنویسید. بچه ها، ویژگی های زبانی این دوره چیا بودن؟ احسن. می به جای همی میاد، در به جای باریکل اندر میاد، از کلمه های مثل ابا نمیدونم و غیره خبری نیست. باریکل اینا نکته های قابل حد. چارچوب، چارچوب زبان همون چارچوب سبک خراسانی هست. پس می نویسیم که چارچوب همون چارچوب زبان سبک خراسانی هست و در واقع قالب مثنوی هست. در دوره‌های قبل هم مثنوی به همین شکل بوده، قافیه هر بیت در واقع جداگانه بوده، اینم همین جوری هست. در واقع ببینیم ناوجود داره یا نه. مثلا در، میبینید در رو، در اینجا به جای اندر میاد، یا مثلا اگر می باشه به جای همی اومده. پس دو تا که از ما خواسته بوده که من برمیگردم به در واقع قلمرو عراقی، ببینید چارچوب زبان همون فارسی قدیم زن سبک خراسانی است. حالا لغات فارسی اصیل قدیم کم شده و به جای لغات عربی گرفته شده، اینم باید بررسی بکنیم. می جای همی رو میگیره، در به جای اندر میاد، از ایدون و ایدر و ابا و ابرم خبری نیست یا اصلا حس میشه. و مر در کنار، ببینید، و نشانه مر در کنار مفعول جمله کم میشه. حالا برمیگردیم به حوزه درسمون. خود ارزیابیمون، ببینید. خب
لغت های در واقع عربی یواش یواش در واقع بیشتر میشه، نمیدونم خان، مقام، معتمد، ببین اینا رو، فراق، هجر، نفاق، توجه میفهم اینا کلمه هاییست که دیگه حلقه، نمیدونم لفظ، ادب، انباز، اینها در واقع واژه هاییست که از زبان عربی وارد زبان شعر میشه. دو مورد ویژگی فکری. خب بچه ها این از نظر در واقع فضای قلمرو فکری ذهنگرایی است و یه ادبیات عارفانه و درونگرا داره، دقت بفرمایید. از نظر قلمرو فکری در واقع به قضا و قدر اختیار نه، قضا و قدر رفته به سمت قضا و قدر. فراق رو داره در سوزش یار در واقع داد و فریاد میکنه و ناراحت. کلن ادبیاتش از نظر قلمرو فکری یه فضای عارفانه و اخلاقی منش داره، ذهنگرا و درونگرایی است و فراق حرف اول رو در این فضای شعر به خودش اختصاص داده. دو مورد از ویژگی های ادبیش رو ما ذکر میکنیم. گفتیم که در دوره عراقی الا ماشاءالله هرچی بخوای شاعر سعی میکنه سنت های ادبی یا هم آرایه های ادبی رو تیرباران کنه، به صورت رگباری تو شعر و نثر بیاره. نمونه هاش حالا ما اینجا ذکر میکنم. در کسی را زدن کنایه داره. بعد آتش هجر رو میبینید، آتش هجر تشبیه داره بین در واقع خام و پختن و اینا، میبینید کیپزد خام و آتش و پختن مرات نظیر زیبایی خلق شده. عرضم خدمتتون که فراق دوست، ببینید سوزید از شرر، بین سوختن و شرر بازم در واقع تناسب وجود داره. پخته شد آن سوخته، بازگشت آن سوخته، در واقع اونجا استعاره از همون عاشق است. باز گرد خانه کسی گشتن، یعنی در واقع امداد خواستن، قربون صدقه کسی رفتن، فدایی شدن، کمک خواستن، حلقه بر در کسی زدن، کنایه از کمک خواستن و در واقع نشان دهنده در واقع شوق دیدار کسی بودن هست. حلقه بر در زدن همون استمداد و کمک خواهی است. در واقع اینجا لب، اینجا مجاز از دهنه. و بانگ زد یارش که بر در کیست، گفت بر همدم توی ای دل ستان، که ما میبینیم که اینجا آرایه های ادبی رو برخلاف سبک خراسانی بیشتر و بیشتر میبینیم. بچه ها گفته بیت پایانی را تختی هجایی کنید و در جدول قرار دهید. بیت پایانی گفت که بام زد یارش که بر در کیسه آن، ترو میندازم، ترو میندازم تا اون یه سه میده. حالا بعضی ها چون کشیده هست اینجور من خوندم. بام زد یارش که بر در کیست آن، گفت بر در هم توی ای دل ستان. بام زد یا فاعلاتون، وزش فاعل، میام این کارو میکنم، می نمیسم فا ا لا تون، فا ا لا تون. حالا بزنیم بانگ زد یارش که بر، بانگ زد یا، بانگ زد یا فا الا تون، رش که بر در فا الا، کیسه آن فا الا، میشه فاعلاتون، فاعلاتون، فا ا نون. ببینید
اون کاری که من خدمتتون تو جلسه قبلی گفتم، اول وزن رو پیدا بکنید، نشانه های هجایی وزن رو در رکنه ها یا خانه ها قرار بدید، بعد برش های آواهیتون رو انجام بدید به این ترتیب، میبینید؟ بعد بیایید خط عروضی رو بر اساس تختیه هجایی اعمال بکنید. ببینید بانگ، ببینید بانگ، زد یا بانگ، زد یا بانگ. بچه ببینید این کشیده است، یعنی در واقع باید ما این کار رو بکنیم. ببینید به این ترتیب بانگ زد یا فاعلاتون، رش ا او یادتون نره، رش که بر در فاعلات، رش که بر در فاعلات. کیست؟ ببینید اینجوری انجام، ببینید کیست، دو تا ساکن، چون دو تا واج حساب میشه کوتاه میشه دیگه، اینجا ما مصوت کوتاه بلند نداریم. کیست، کیست، آن، آن. در واقع چون این نون ساکن هست میشه آ، گفتم نون ساکن. بچه ها من اینم بگم، در کانال علوم و فنون نعمانی که مدرسه لطف کرده در اختیار شما قرار داده، انشاءالله که تو کانال هستید، تکرار میکنم، علوم و فنون نعمانی، اگه تو کانال برید، من دیشب یه سری در واقع مطالب مهمی رو درباره عروض و تختی هجایی و وزنهای شعری اونجا ارسال کردم، حتما اونا رو امشب حتما ببینید، خیلی مهمه. خب گفتیم نون ساکن ما قبل مصوت ها حذف میشه دیگه، اینه میگه آ. خب بانگ زد یا فاعلاتون، رشک بر در فاعلات، کیس آن فاعلون، کیس آن فاعلون. من مثلا میگم ترو وز گشتم، یه راهش هم اینه که مثلا بچه ها در کلمه های مثل کیست و چیست ترو حذف بکنید، اون سینه که ساگه کسره بدید. حالا پیشنهاد ها، کلمه های مثل کیست، چیست، اینا رو اگر در شعر اومد، خب ته ها رو ورداری، ته ها رو کلن حذف بکنید، به اون سه کسره بدید. اینجوری میشه کیسه، کیسه آن فاعلو، کیسه آن فاعلو. میبینید یک ترفندیه دیگه، تو قرار است که اونو که عروض میگه ما همون تابعون باشیم، ما خودمونم از خودمون باید یک سری کارایی رو فی‌البداهه و با ذهن خودمون با فکر خودمون خلق بکنیم که تقدی برای خودمون آسان تر بشه. یعنی این که اراده و اختیار که دست خودمونه، البته از نشانه هجایی نباید خارج بشیم. پس بچه ها این شعر بر وزن فاعلاتونه، سه تا رکن داره، سه تا خانه داره، محذوف فاعلاتون فاعلونه، گفتم دیگه محذوف فاعلاتون فاعلونه، مثلا محذوف فعولون فعولون فعله، محذوف مستفعلون فعه فع، یا محذوف مفاعیلون فعولونه، مفاعیلون مفاعیلون فعل، مفتعلون مفتعلون مفتعلون، همین اونم مال اینم فاعلونه. اینا رو قبلا دربارش صحبت کرد. خب گفت بر در، گفت بر در، گفت بر در، گفتم چیه؟ بازم کشیده است بچه ها. گفت بر در، هم توی ای دل، سه تان، نون هست میشه، نون ساکن ما قبل مصوت بلند
چه در وسط بیاد چه در آخر بیاد حذف میشه. نون ساکن ما قبل مصوت بلند حذف میشه. گفت بر در هم همو ننوشتن ارو نذاشت. ببینید ارو نذاشتن آقایون ا ا او مصوت های کوتاه ا ا او رو در زمانی که خط عروضی می نویسید خواهش میکنم حتما نشون بدید بیارید ا ا او ها رو. گفت بر در هم توی ای دل ستان فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. فاعلاتون هم اسمش هم رمل هست میشه رمل ستا رکش داره ستا رکش رمل مسدسه چون محذوف اومده میشه محذوف. خب اینم من براتون انجام دادم. گفته که سوال پرسیده که چرا در اصل مغول و تاریخ نویسی رواج پیدا کرد. من علت رواج تاریخ نویسی رو در دوره مغول و تیموری خدمتتون گفتم. کتاب هست که به خاطر علاقه شدید مغولان و تیموریان برای ثبت خاطرات و حوادث های روز زندگی اجداد و پدرانشون به اون خاطر تاریخ نویسی رواج پیدا کرد. حتی اونجا هم آقای بدلیسی در مقدمه کتاب ظفرنامه شامی که درباره تیمور نوشته شده این کتاب نوشته که تیمور به من دستور داد که کتابی که میخوام دربارش بنویسم ساده بنویسم تا قابل فهم همه باشد. ویژگی های زبانی ابیات فردوسی مال سبک خراسانی و حافظ سبک عراقی رو در زیر با هم مقایسه میکنیم. خیلی خوب مقایسه میکنیم. خیلی هم سوالش عالی هست. بچه ها گفته که این مال سبک خراسانیه. گفتیم در سبک خراسانی من سریع برمیگردم به اون چیز ببینیم که یادتون میاد سبک خراسانی. ببینید آها رواج روحیه ببینید رواج روحیه پهلوانی و حماسی. خب این شعری که میخوام بخونم همینه مال فردوسی. ولی اون غزلی که میخوام از حافظ بخونیم رواج روی ذهنگرایی داره و رواج روی عرفانی و اخلاقی داره. میخوام اینو در واقع بررسی بکنیم. بریم. خب مال فردوسی. چون این گفت رستم به آواز سخت. آواز سخت حسامیزی داره که ای شاه شادان دل و نیکبخت اگر جنگ خواهی و خون ریختن بر این گونه سختی برآویختن بگو تا سوار آورم زابلی که باشم با خنجر کابلی بر این رزمگهشان به جنگ آوریم. خود ایدر ببینید ایدر از ویژگی‌های زبانی آفرین سبک خراسانیه که جاشو به در میده دیگه. اندر و در جاشو به در در سبک عراقی میده. خب بچه ها ببینید اکثر از نظره بذار ببینیم سوالا که خواسته گفته که بررسی بکنید. ما هم بررسی میکنیم مقایسه میکنیم. بچه از نظر مقایسه واژه هایی که در اینجا میبینید که فردوسی نوشته اکثرا فارسیه. شما یک کلمه اینجا غیر فارسی پیدا کنید ببینم. بیا شما میتونی اینجا یه دونه کلمه غیر فارسی پیدا بکنید. این از نظرگاه در واقع زبانی ایدر به جای در اومده توجه میکنید. پس واژه ها فارسیه اکثر اصلا کلا فارسیه. کلمه ها مثل ایدر هم داره. خب حالا بیایم اینجا از حافظ مال سبک عراقی که شعر عربی خاطر عربی حزین عربی نکته عربی معنی عربی زنهار عربی ملک عربی. عربی که میگم نه که عربی ها ما نباید بگیم عربی. منم دارم راه اشتباه میدیم میگیم غیر فارسی. این درستشه. سلیمان غیر فارسی. غمناک غم
غیر فارسی، تن غیر فارسی، حسود غیر فارسی، خیر غیر فارسی، فهم غیر فارسی، حرام غیر فارسی، صورت غیر فارسی. میبینید دریایی از برخلاف شعر قبلی که همه‌شون چی بودن؟ فارسی بودن. حالا از نظر قلمروی فکری مقایسه بکنیم، این شعر روحیه پهلوانی و جنگاوری و میدانداری و بزن به کوب و اینا و، ولی در شعر حافظ میگه که شعر ترانگیزه قاتل که حزین باشد. حزین یعنی ناراحت، غمگین. میگه اونی که غمگینه چطوری میتونه شعر تر بگه؟ شعر تر هم که خب حس‌آمیزیه دیگه، شعر دیدنی خوندنیه، ولی تر باید دستو بزنه میگه خیسه یا نه. با آرایش هم فانوز با آرایش کار ندارم، ولی فضای شعر فضای ذهنگراییه، روحیه عرفان اخلاقی هم داره، درونگراست، برخلاف شعر فردوسی برونگراست، و همون که داره میبینه مینویسه، واقع گرا هست، روحیه پهلوانی و نشاط و جنگاوری داره. اینو چقدر فرق دارن این دوتا با هم دیگه؟ از نظر آرایه های ادبی اصلا قابل مقایسه نیستن، یعنی ترافیک آرایه های ادبی داره اینجا، ولی در شعر فردوسی ما چون ترافیکی رو نمیبینیم. نه اینکه نداره، شعر که بدون آرایه ادبی نمیشه که، ولی واقعا اگه بخوایم مقایسه کنیم آرایه های ادبی شعر فردوسی رو با آرایه های حافظ، اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. خب که در رابطه با آرایه های ادبی این دوتا شعر هم با هم یک صحبت های بشه. مثلا چنین گفت رستم به آواز سخ، خودش حس‌آمیزی داره که ای شاه شادان دل و نیک بخت. در واقع شاه شادان دل و نیک بخت هم خب یه جورایی کنایه داره، یعنی خوشبخت، سعادتمند، پیروز. اگر جنگ خواهی و خون ریخت، جنگ و خون ریختن خودش در واقع خون اینجا مجاز از کشتن، بین جنگ و خون و اینا براویختن مراعات نظیر زیبای آفریده شده. بگو تا سوار آورم زابلی که باشن با خنجر کابلی. بین زابل و کابل و خنجر تناسب وجود داره، چون موها این چاقوهای هست تو زنجان ساخته میشه، اون دوره هم تو کابل در خنجرهای درست میشه که به خنجر کابلی مشهور بودن. برای رزمگشان به جنگ آوریم خود ایدر، ایدر رو از نظر قلم روز زمان درنگ آورد، درنگ آوردن هم کنایه. ولی ببینید این همین آرایش به حد متوسط، ولی اینجا رو ببینید شعر تر اسلامیزی. یک نکته از این معنی گفتیم، یک نکته کنایه گفتن. از لعل تو، لعل مجاز، یعنی از سخن تو، از دهن تو، انگشتری زنهار، آرایه تشبیه، ملک سلیمانم، آرای تلمی، نگین، مجاز از انگشتری، در زیر نگین بودن، تحت فرمان بودن، کنایه. تنها ای دل، ای استاره، تشخیص، کلک خیال انگیز، کلک خیال انگیز. بازم این زین کلک خیال انگیز، استاره مسرح است. صورتگر چین باشه، صورتگر چین اینجا همون در واقع اشاره به چینیان که نقاشان صورت که جمعنی نقاشه، یعنی به طور کلی در واقع حالا از یک سری آرایه های دیگر هم صرف نظر میکنیم، ترافیک آرایه دار. بچه ها سوال 4, 5 و 6 هم که به خودتون واگذار میکنم، انشالله اگر فرصتی بود که بازم ما در خدمت گذاری شما خواهیم بود. اون کانال علوم فنون ادبی مال نومانی که خودم ترتیب دادیم و در خدمت شما هستیم تو اون کانال، کانال یادتون نره حتما بهش مراجعه کنید. سوالای تستی داریم، یک سری مسائل توضیحات تشریحی داریم، سوال تشریحی داریم و مطالبی داریم که در خور توجه هست. موفق و سربلند باشید.